با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. دوستان، پیوندهایی که به این صورت یک دونه از اون پیوندها میگیره و به این صورت رشد میکنه، ما باید اینا رو ترمیم کنیم، درست کنیم، چون این لایه از اینجا تقریبا خشکه و اینجا هم داره رشد میکنه. ما اگه این لایه ها رو خارج نکنیم، هم بیماری از اینجا نفوذ میکنه به تنه درخت، هم این خیلی کارش سخت میشه که بخواد این سطح رو بپوشونه. یکی اینجا داریم، یکی هم اینجا داریم. من حالا روش اصولیش خدمت شما عرض میکنم و انجام میدم که به این صورت شما بتونین به راحتی این قسمت رو ترمیم بدین که این شاخه زخیم پوستش با این شاخه پیوند یکی بشه. ابتدا باید شاخه زخیم تنه درخت ما جایی که پوست سالمه و زنده باید پیدا کنیم. تقریبا این از اینجا زنده هست، اگه دقت کنید به این صورت اومده پایین، به این صورت. ابتدا من اینو با اره میبرم، کلن خارجش میکنم و ادامه کارو میگم که به چه صورت انجام بدین که این تیکه هم خارج بشه، هم این قسمت با پایه پوستش یکی بشه. چون واقعا خیلی از پیوندها من دیدم به این صورت مونده، رها کردن و خیلی هم کار سخت میشه در آینده. اولا که خیلی دیرتر این سطح میاد اینجا رو میپوشنه و خیلی مواقع به این سمت حرکت نمیکنه، همینجا به این بغل رشد میکنه که اینجا به همین صورت باقی میمونه. پس حتما باید اینا رو خارج کنیم و ترمیم بکنیم. پس ابتدا من با اره قسمتی از پوست زنده رو برمیدارم. پوست زنده اینجاست، این پوست زنده است. قسمتی از پوست زنده رو دور تا دور برمیدارم. هر جا پوست خشک بود باید یک مقدار پایین تر من برش انجام بدم که پوست زنده بیاد بیرون. روی این درخت پس دو تا به این شکل وجود داره، دوتاش هم ترمیم میکنم و اصولش هم خدمت شما عرض میکنم. دوستان، پس ابتدا من برش اوریب میزنم و مقداری از پوست زنده رو باید بردارم. اگه پوست مرده باشه اون ترمیم اتفاق نمیفته. من اول برش بزنم، بعد ادامه رو کامل خدمت شما توضیح بدم. این شاخهی که ملاحظه میکنین از خود جنس درخت من گذاشتم اون موقع، به خاطر اینه که این قسمت پوست نمیره. یکی از کارهایی که زمان انجام پیوند میتونین انجام بدین که این اتفاق نیفته، اگه دور تا دور قسمتی که پیوند میزدین اگه جوانه ای از خود جنس درخت رشد کرد، حذف نکنید. مثل این، منتها این خیلی پایینه. اگه جوانه ها مقداری بالا می شدن خیلی کار راحت تر بود. مثلا این جوانه اگه اینجا بود، اینجا بود یا اینجاها بود، خود این جوانه باعث می شد که این پوست دور تا دور ترمیم بشه و این قسمت بپوشونه. چون اون موقع شاخه های خود درخت خست شده دیگه به این وضع در اومده. پس اینو حالا میخوایم ترمیم بکنیم. Thank you.
قسمت خشک کامل خارج کردم، ولی هنوز این قسمت به پوست زنده نرسیدم. یک مقدار دیگه باید اوری برش بزنم. خب دوستان، از اینجا هم پوست زنده خارج شد، پس دور تا دور پوست زنده داریم. یک مقداری باید مرتب بکنیم به این صورت. اینم بمونه چون این خیلی کمک میکنه که این سطح بپوشونیم. اینم خارج بکنم. به این صورت کامل تمام شاخه های خشک رو باید خارج بکنیم. از این قسمت های خشک تا جایی که میتونین چیزی نذارین. اگه همه رو خارج کنین زودتر جوش میخوره، زودتر ترمیم میکنه پوست خودشو. دوستان، همینطور که ملاحظه کردین، من کل قسمت های خشک چوب و پوست رو خارج کردم. دور تا دور پوست زنده دارم. حالا میخوام این پوست زنده چوب و پوست تولید کنه تا این سطح رو بپوشونه. برای اینکه این سطح راحت تر پوشیده بشه و از قارچ جلوگیری کنه، من مقداری بردم میزنم، چون ظرف بردم نیاوردم، کم این
به این صورت که قارچ نگیره. کامل داخلشو بردو بزنید. من حالا یک ظرف دیگه باید برم بیارم، این کم شد. خب دوستان، من ابتدا در مورد ظرف بردو خدمت شما توضیح بدم. همینطور که ملاحظه میکنید اینجا نوشته بردو فیکس، اینجا نوشته مخلوط بردو. بردو قارچ کش، باکتری کش و سوسپانسیون 18%. اینم به همین صورت، قارچ کش، باکتری کش برای تمام فصل. بردوها دارای مس هستن که برای قارچ کشی و جلوگیری از قارچ گرفتن درخت خیلی مفیده و خیلی هم خوبه. حتی هم میتونین سمپاشی کنین، هم میتونین به این صورت سطح مورد نظر رو بپوشونید. چون من اینو میخوام با خاک بپوشونم، حتما بردو میزنم که قارچ نگیره. همه جای اینو با بردو میپوشونم که جلوی قارچ گرفتن این درخت رو بگیرم. خب دوستان، به این صورت من برش زدم، سطح برش خورده رو با بردو پوشوندم که قارچ نگیره. دو تا راهکار هست برای این کار. یکی این که ما بیایم روی این سطح دو تا یا سه تا پیوند بزنیم. یکی اینجا پوست بشکافیم، پیوند جا بزنیم، پوست بشکافیم، پیوند جا بزنیم و اینجا. یعنی سه تا یا چهار تا پیوندک جا بزنیم که پیوندک ها گرفتن این سطح پوشیده بشه. یک راه دیگه هم هست. اون وقتی اون کار میتونیم بکنیم که سطح مقطع ما بزرگه، به راحتی پوشیده نمیشه. در اصل اصولیش هم همونه که ما پیوندک جاگذاری کنیم و اینجا رو ببندیم تا پیوندها بگیرن و این پیوندک با این همدیگر رو کمک کنن تا این سطح پوشیده بشه. یک راه دیگه و ساده تر اینه که ما همین مقطع رو با نایلون کامل ببندیم و وسطش رو پر خاک بکنیم. چون خاک این قسمت و رطوبتش رو حفظ میکنه، خود پوست شروع میکنه به تولید پوست و چوب در این مقطع. حالا من این مورد رو میخوام فقط با خاک بپوشونم. دقت کنید، هم میشه قلمه بزنید یعنی پیوند انجام بدید، هم میشه با خاک بپوشونید. چون این خاک ریختن هم هزینش کمه، هم راحته، هم هر کسی میتونه این انجام بده. من این گزینه رو انتخاب میکنم که دوستان همشون بتونن این کار بکنن. اگه زمانی پیوند نگرفت و به این شکل شد فرق نداره، اگه دو تا بود سه تا بود سطح مقطع نصفش خالی موند، به این صورت بپوشونید تا اون لایه زاینده پوست و چوب این سطح کامل بپوشونه. خب حالا من اول میارم نایلون میپوشونم و داخلشو پر خاک میکنم. دوستان چون من میخوام نایلون دور تا دور ببندم، این پوست هم زیر نایلون قرار میگیره، این پوست هم شما میتونید مقداری بردو بزنید که از قارچ گرفتن جلوگیری کنید. پیشگیری بهتر از درمان. همیشه سعی کنید هر کاری رو پیشگیری کنید تا درمان. هر بیماری، هر مشکل، چون زیر نایلون عرق میکنه، تو تابستون میمونه اینجا، رطوبت هم فراوان، احتمال قارچ گرفتن زیاده. برای همین کل سطح مقطع هم اینجا هم دور تا دور تنه رو با بردو میپوشونم. حالا نایلون طوری دور تا دور میبندم که خاک این مقطع رو پر بکنه. خود خاک برای حفظ رطوبت، چون اگه رطوبت باشه درخت شروع میکنه به پوست تولید کردن، این سطح مقطع رو میپوشونه. ولی اگه رطوبت نباشه خشک میشه، ترک میخوره و به داخل درخت نفوذ میکنه.
خب حالا این مختر رو پر خاک میکنم. از بابت قارچ گرفتنم دیگه خیالمون راحته، چون بردو زدیم دیگه قارچ نمیگیره. دوستان تو بعضی از کارا چند مدل میشه کار انجام داد. تو بعضی از فیلم‌ها دوستان میگن اگه این کار نکنیم، این کار بکنیم چیه؟ این رنگ نزنیم، این رنگ بزنیم چطور میشه؟ چندین روش میشه این کارا رو انجام داد. با هر روشی که راحتین، هزینه براتون کمه، میتونین راحت انجام بدین، به همون صورت انجام بدین، فرقی نداره. مهم حفظ رطوبت اینجاست و قارچ نگرفتن. حالا شما میخواین با چسب هرس هم بپوشونین، مشکلی نداره. یا به جای بعضی جاها تنه رو من با رنگ سفید میپوشونم، میگن اگه رنگ محافظ تنه بزنیم چطوره؟ اشکالی نداره، فقط نگاه کنید به اون مقطع شما آسیب نزنه. هر کاری میخواین بکنین مشکلی نداره. خب این که کارش تموم شد به همین صورت میمونه، حالا اون انجام بدم.